جوش لثه آبسه‌ای دردناک است که ممکن است در بافت دندان و ریشه آن یا لثه به وجود بیاید که اغلب دلیل آن هم عدم رعایت بهداشت است. این مشکل در بهترین حالت باعث درد و اختلال در خوردن و جویدن غذا یا حرف زدن می شود. جهت آشنایی کامل با جوش لثه با ما همراه باشید. در صورتی که ذرات غذا یا باکتری در زیر لثه گیر کند باعث التهاب و عفونت می شود که به شکل ناحیه متورم در لثه دیده می شود و در اکثر موارد هم رنگ یا کمی قرمزتر از لثه است. افرادی که بافت لثه آنها آسیب دیده است یا کسانی که به عفونت باکتریایی مبتلا شدند زخم دهان، عفونت کانال ریشه، بیماری پریودنتال یا آبسه دندان دارند. در واقع این افراد بیشتر دچار جوش لثه می شوند زیرا بیماری لثه فضایی میان دندان و لثه ایجاد می کند که مواد غذایی به راحتی در آن گیر کرده و مشکل ساز می شود. همچنین پوسیدگی دندان ها هم می تواند باعث جوش لثه شود زیرا وقتی پوسیدگی بیشتر شده و اعصاب دندان آسیب می بیند احتمال عفونت هم بیشتر می شود. در نتیجه بلبول های سفید به محل عفونی حمله کرده و باعث ایجاد تورم در خط لثه می شوند. در مواقع بسیار کمیابی هم جوش لثه احتمالاً نشانه سرطان دهان باشد. جوش های ایجاد شده در لثه به طور کلی به 3 دسته تقسیم می شود که عبارتند از ورم لثه ای یا جوش در خط لثه، ورم جانبی یا جوش در ریشه دندان یا ورم دندانی که جوش در بافت دندان به وجود می آید. جوش لثه هشداری جدی از سوی بدن است و نباید آن را نادیده گرفت چرا که درمان نشدن آن می تواند باعث آسیب دیگر مناطق بدن و ایجاد عفونت شود. از اولین نشانه های این مشکل احساس درد در لثه است اما ممکن است برخی از جوش های ایجاد شده دردناک نباشند. اکنون به علائم جوش لثه می پردازیم. خون ریزی در دهان، بوی بد دهان، تخلیه چرک در دهان، تورم و درد در لثه ها، احساس درد زیر دندان و ریشه، ایجاد تاول یا لکه روی لثه، قرمزی روی خط لثه، حالت تهوع، حساسیت در دهان، مشکل در حرف زدن، تب و لرز، گوش درد، بی اشتهایی، ناتوانی در مصرف مواد خوراکی گرم یا خیلی سرد، احساس خستگی. به طور کلی جوش لثه به دلیل عفونت است و ممکن است با گسترش یافتن باعث مشکلاتی بیشتر شود. بروز جوش لثه در افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف‌تر است بیشتر است. همچنین بی‌توجهی به بهداشت دهان و دندان هم می‌تواند احتمال پدید آمدن جوش لثه باشد. اگر دهان شما دائما دچار جوش لثه شود یعنی عفونتی در بدنتان وجود دارد که به طور کامل درمان نشده و ممکن است با حرکت در بدن از جاهایی مانند دهان سر درآورد. برخی از خانم هایی که باردار می شوند در طول این دوره با جوش لثه مواجه می شوند اما جای نگرانی نیست و دلیل آن نوسان هورمونی ایجاد شده یا برخی دیگر از مسائل جسمانی است. در هر صورت این مشکلات پس از زایمان برطرف می شود اما در صورت ایجاد درد و مشکل بهتر است برای یافتن علت و درمان آن اقدام شود. بنابراین به صورت کلی جوش لثه به 2 علت اتفاق می افتد. در صورتی که جوش لثه به دلیل عدم رعایت بهداشت و وجود باکتری در زیر لثه باشد می توانید به صورت خانگی آن را درمان کرده و از بروز آن جلوگیری کنید. اما جوش های لثه ای که عفونی باشند به دلیل مشکل جدی تری هستند و بهتر است جهت درمان با یک دندان پزشک مشورت کنید. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن برنامه ما لذت بردید حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.